درود بر شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم یک مانع زدایی اگر خامنه ای بخواهد جایزه ای برای مانع زدایی تعیین کند باید آن را به محسنی اژه‌ای بدهد که حتی یک سال قبل از پیام او برای مانعان جهش اقتصادی مجازات تعیین کرده بود او پنجم فروردین 1399 گفته بود با کسانی که مانع جهش تولید شوند برخورد جدی خواهیم کرد اما مانع زودایی کار آسانی نبود به همین دلیل برای امسال رسما خامنهای آن را وارد شعار سال خود کرد مثلا یکی از موانع آن بود که وزیر اقتصاد دهم خورداد اعلام کرد برای جهش اقتصادی به یک میلیارد تومان نیاز داریم چند روز بعد هم در بیستم خرداد روحانی اعلام کرد سالانه 50 میلیارد دلار از درآمد دولت کم شده این واقعا توطعی علیه جهش اقتصادی مد نظر خامنه ای بود چون با همین یک جمله روحانی دلار به 18000 هزار تومن جهش کرد و طبعا منظور خامنه ای از جهش اقتصادی جهش دلار نبود و در عواسط تابستان به محض که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد که در سالهای اخیر مجموعا 98 میلیارد دلار از کشور خارج شده بلافاصله اقتصاد ایران شاهد یک جهش دیگر بود البته این بار هم دلار به جای اقتصاد جهش کرد و به مرز سی هزار تومان رسید. از این مقطع گفتار درمانی آغاز شد. محمود واعظی برای جبران مافاد به میدان آمد و خبر خوش را اعلام کرد. با علامت هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت می کنیم، در روزهای پایانی تحریم ها قرار داریم. 16 مرداد 99 روحانی هم طرح گشایش اقتصادی از طریق فروش اوراق قرضه را اعلام کرد اما با معاونش هماهنگ نکرده بود و جهانگیری خبر لغو آن را به رسانه ها داد که البته بعدا مجبور به عقب نشینی شد تا احیانا به عنوان مانع جهش اقتصادی توسط محسنی اژهای مجازات نشود از آن سو خود اژهای هم در موقعیت دشواری قرار گرفته بود در حالی که خودش را برای اعدام چند سلطان مانع جهش اقتصادی آماده میکرد خامنه ای جلسه ای با حضور دانشجویان بسیجی برگزار کرد و سؤالی خارج از آنچه تعیین شده بود مطرح شد یکی از دانشجویان از خامنه ای راجع به چگونگی نظارت بر امپراتوری مالی شخص او سوال کرد و اینکه سازمانها و نهادهای تحت امر او چرا مورد بازرسی و نظارت قرار نمیگیرند که طبعا خامنه ای از پاسخ تفره رفت اما باعث شد که محسنی اژهی هم مجازات مانعان را به فراموشی بسپارد و الا مجرم اصلی یعنی خامنه ای را میبایست مجازات کند آشتی اسرائیل و امارات بهانه شد تا خامنه ای جلسه دیگری برگزار کند و این بار به جای دانشجویان فضول مداهان و شاعران را دعوت کرد و اشعار پر از دشنام به رهبران امارات را تحسین کرد و آورین آورین گفت البته همزمان گفتار درمانی هم ادامه یافت و ازی که قبلا گفته بود علامت های مثبتی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت کرده این بار مشخصا از کره جنوبی نام برد و اول مهرماه اعلام کرد که علامت های مثبتی درباره پولهای بلوکه شده در کره گرفته است همتی رئیس بانک مرکزی هم به یاری او شتافت و عواسط مهرماه از آزادسازی پولهای بلوکه شده در عراق خبر داد هیچ کدام از علامتهای دیده شده توسط واعظی برای مردم ایران به پول تبدیل نشد اما او حداقل به اندازه همتی خودشیفته نبود که پس از عدم تحقق وعدههایش سر مردم هم منت بگذارد در بهمن ماه همتی ادعا کرد که اگر ما نبودیم دلار به پنجا هزار هم می رسی. جهانگیری هم برای جبران آن ناهماهنگی تابستانیش این بار در بهمن ماه اعلام کرد که در پایانی ترین روزهای تحریم هستیم و روزهای خوشی برای هفته ها و ماه آینده می بینم. هرچند جهانگیری تاریخ مشخصی برای پیش های خود تعیین نکرد اما دو ماه بعد یعنی در فروردین 1400 مردم ایران تورم سرقمی را برای برخی کالاهای ضروری خود می‌بینند و رکود دومین نرخ تورم بعد از انقلاب شکسته شد. دو کرونا بعد از مسئله مبارزه با مانعان جهش اقتصادی که در اوایل فروردین پارسال توسط محسنی اژه‌ای مطرح شد، داغترین موضوع سال کرونا بود که سپاه خواست مبارزه علیه کرونا را هم به کنتراکت بگیرد. اوایل فروردین سپاه از تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با کرونا خبر داد. اولین اقدام را هم با ضدعفونی کردن ماشین های خود بانکا آغاز کرد البته نصب برچسب سپاه و بسته چند بر روی خود ها از قلم نیفتاد اما بعد از مدتی به دلایلی نامعلوم سپاه پروژه ضد را تعطیل کرد شاید به این دلیل که خامنه گفته بود کرونا ممکن است جنگ بیولوژیک آمریکا علیه ایران باشد و ضد کردن خودپردازها زیاد کاربردی نداشت سپاه در حال زیر و رو کردن فرهنگ برای پیدا کردن معنی جنگ بیولوژیک بود که یک مرتبه ارتش دست پیش گرفت و اعلام کرد که در پی دستور رهبر مانور پدافند بیولوژیک انجام می دهد. حوزه هم فراتر رفت و فقط به انجام مانور اکتفا نکرد و عملا اتبای اسلامی را بر بالین بیماران کرونایی فرستاد. همه در فکر جهش بودند به جز دولت که ادعا کرد کیت های تشخیص کرونا را خریداری کرده اما مشمول تحریم شده است. خود خامنه ای همین ادعا را جدی نگرفت و تشخیص داد که حتما دولت از جهش های سپاه و ارتش و حوزه ناراحت است و دروغ میگوید اما سپاه ریسک نکرد و این خطر تحریم کیت تشخیص کرونا را جدی گرفت و سعی کرد این بار به صورت بنیادی به جنگ کرونا برود تا نیازی به کیت و حتی پدافند بیولوژیک و اتبای اسلامی نباشد اواخر فروردین حسین سلامی رسما از دستگاه کرونایاب رونمایی کرد بقیه موقعیت ها را مردم خود میداند حتی زبان خامنی از بیان عظمت این اختراع سپا آجز بود و در دوازده ماه گذشته نتوانست احساسات خود را از این جهش بزرگ بیان کند اما خود حسین سلامی پس از معلوم شدن کارایی این دستگاه کرونا یاب خواست که مردم از سایر موارد هم خاطرشان آسوده باشد در مهما به مردم اعلام کرد که مردم عزیز ایران هیچ نگرانی نداشته باشید و با آرامش زندگی کنید چون آمریکا در, در درون پوسیده است و در بیرون منظوی شده است از آن زمان مردم ایران در آرامش کامل زندگی می کنند. سه برجام و آمریکا سومین تم ثابت تحولات پارسال مسئله برجام و آمریکا بود خامنه ای در دوم فروردین 99 حتی به آمریکایی‌ها که پیشنهاد کمک های کرونایی را داده بودند گفت که هیچ نیازی به کمک شما نداریم اگر می توانید به خودتان کمک کنید خب آمریکایی‌ها انصافا به خودشان کمک کردند اما خامنه ای که قبلا درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول را کرده بود نمیدانست که صندوق هم همان آمریکاست و همین دلیل صندوق بینالمللی پور ترجیح داد و هفتاد کشور جهان کمک کند نه به ایران که نیازی به کمک ندارد شاید به همین دلیل خامنه ای قهر کرد و پیشنهاد کمک پزشکان بدون مرز را هم رد کرد و غربی ها را وحشی نامید چرا که برای خرید دستمال توالت به فروشگاه هجوم برده بودند در فرمانی که ظاهرا بیربط به نظر می رسید چند روز بعد در اردیبهشت ما دستور مسکونی کردن جزایر خلیج فارس را صادر کرد بعدها معلوم شد میخواهد یک الگوی غیر وحشی از مسکونی کردن ارائه دهد به مراتب بهتر از الگوی مسکونی شدن آمریکا و جزایر غرب اروپا به این امید که ساکنان جزایر جدیدن مسکونی خلیج فارس برای خرید دستمال توالت به فروشگاه هجوم نبرند مبارزه با آمریکا و دشمن خارجی تنها به کرونا محدود نشد پس از چند عملیات فریب جمهوری اسلامی توانست جاسوسان آمریکایی اسرائیلی را به انجام چند عملیات کذایی در نتنز و پارچین و ترور یک دانشمند هسته ای ترغیب کنند تا واقعا معلوم شود که میزان نفوذ و قدرت آنها در داخل ایران چقدر است خامنه ای در مورد انفجارهای نتنز و پارچین کلا سکوت کرد اما در مورد ترور فخریزاده در هشت و مازر ما دستور داد که باید همه حاملان و آمران این ترور مجازات شوند او که قبلا وعده انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را داده بود نهایتا توانسته بود کنگره بینالمللی شعر انتقام سخت را برگزار کند ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی این کوتاه آمدن خامنه ای در مورد انتقام فخرزاده را به انتقام قاسم سلیمانی هم تعمین داد او در آسانی سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت که انتقام سخت یک اقدام نظامی نخواهد بود مثلا همین خروج آمریکایی از عراق انتقام سخت است البته آمریکایی هنوز از عراق خارج نشدند و ناتو اعلام کرد نیروهایش را در عراق تا چهار برابر افزایش میدهد در بین چهارده کشور صنعتی جهان بیش از هفتاد درصد مردم نگرش منفی نسبت به جمهوری اسلامی دارند و این میزان در کشورهای سوئد و دانمارک به 80 درصد هم رسیده است شاید این هم نوعی انتقام سخت باشد اما اگر اصل مطلب را تحریم در نظر بگیریم به بغرنجترین بخش مواضع خامنه ای میرسیم که تقریبا غیر قابل تحلیل است او در آزما که فشارها به اوج رسیده بود گفته بود که حتی اگر یک ساعت هم زودتر تحریم ها برداشته شود بهتر است اما چند روز پیش در پیام نوروزی گفت که برای برجام و برداشتن تحریم نداریم قبلا مجلس گفته بود که ایران بابت خروج آمریکا از برجام 152 میلیارد دلار ضرر کرده است تنها تحلیل ممکن می تواند این باشد که 152 میلیارد دلار برای خامنه ای رقمی نیست که ارزش عجله کردن داشته باشد او دغدغه‌های مهمتری دارد ایران یکی از ده کشور جهان است که شاهد پرشتابترین کاهش فرزندآوری است خامنه ای مصمم است برای 1440 این روند را رو تغییر دهد البته اگر براندازان و کمپین نه جمهوری اسلامی بگذارند سپاه او وعده داده است که با ارتش سایبری خود متشکل از 144 گردان سایبری توته براندازان را خونسا می کند اگر این وعده هم به مانند مبارزه با کرونا نباشد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.